در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. درود بر شما بینندگان گرامی، درود بر شما فرهیختگان، درود بر شما آزاد زنان و آزاد مردان. پرویز اصلانی هستم در برنامه گوشه های پنهان تاریخ ایران. با سپاس از آقایان سامان و پیمان اصلانی که با یاری ایشان این صدا و این تصویر به دید و گوش شما یاران گرامی و بینندگان گرامی میرسد. بینندگان بسیاری به علت نقص فنی که ما برای جابجایی برنامه‌ها در روز 9 آبان داشتیم نتونستند برنامه 9 آبان رو ببینند. خیلی ها چه به من تلفن کردند، چه به جناب سرهنگ وزین اسپانسر این برنامه و چه به دفتر تلویزیون. خب گاهی این مشکلات پیش میاد و من کوشش میکنم هرچند که مطالب فراوانی رو امروز داریم، ولی بخش‌های کوتاهی از آنچه که در 9 آبان گفته شد رو به آگاهی شما برسونم. بینندگان گرامی، در زادروز 9 آبان، زادروز رضا شاه دوم و سالی که ایشون پادشاهی رو قبول مسئولیت پادشاهی فرمودند، در سال 2539 شاهنشاهی، یعنی زمانی که به 20 سالگی رسیده بودند و چند ماهی از درگذشت شاهنشاه یا مهر ایران پدر گذشته بود، ایشون قبول مسئولیت پادشاهی رو در همین روز فرمودند. در نتیجه 9 آبان روزی است که ما درش دو پدیده مهم رو داریم. اشاره کردم که ماه آبان، 4 آبان ماه زادروز شاهنشاه آریامهر، 7 آبان ماه زادروز کوروش بزرگ و 9 آبان زادروز رضا شاه دوم یا کوروش پهلوی، آن گونه که مردم این نام رو بهش دادند کوروش پهلوی است. که امیدوارم زمانی که ایران رهایی پیدا کرد، اگر اکثریت مردم خواستار چنین نامی بودند، همان گونه که به جای محمد رضا شاه پارلمانی که نمایندگان مردم درش بودند فرنام آریامهر رو به شاهنشاه آریامهر دادند، فرنام کوروش پهلوی هم توسط پارلمان داده بشه و ما ایشون رو دیگه از اون به بعد شاهنشاه کوروش پهلوی بنامیم. و گفتم به شما بینندگان گرامی در اون برنامه‌ای که حالا شوربختانه برخی نتونستید ببینید، به خاطر شما میگم، ایشان تنها رهبری هستند که ما داریم، تنها ایرانی هستند که رهبر به دنیا اومدن. فیلم هایی رو اون روز برای شما نشان دادیم که چگونه مردم در زادروز ایشون، در روزی که ایشان به دنیا اومدن، شادمانی کردن. هیچ شخصیت ایرانی رو ما نداریم که از زمان به دنیا اومدنش ایشون رو برای رهبری کشور تربیت کرده باشن، دوره‌های به خصوص دیده باشه، از همون زادروزش سراسر جهان به سراسر جهان معرفی شده باشه و آموزش ببینه، چه آموزش نظامی چه آموزش سیاسی، و دوره‌هایی رو که یک پادشاه، یک رهبر باید ببینه ایشون دیدن. خب 18 سالشون بود که این شورش یا انقلاب اسلامی به وقوع پیوست و تا اون زمان ایشون آن چه که باید دوره هایی رو که ببینن دیدن. پس از اون هم
آگاهی های سیاسی فراوانی یافتند، دنیایشون رو میشناسه. میدونید که هر کجایی که پادشاهان بزرگ مجالسی دارن که سران کشورها رو دعوت میکنن، ازشون دعوت میشه. من بارها ایشون رو دیدم که چه رسماً به دانمارک تشریف آوردن، اسپانیا، سوئد، کشورهای دیگه، بلژیک، هلند و انگلستان یا آلمان، فرانسه، هر کشوری. و ایشون رو به عنوان یک شخصیت بین المللی دنیا میشناسه. و بهترین موقعیت برای ما کسانی که میخوایم میهنمون رو نجات بدیم که از این شخصیت جهانی و بین المللی استفاده کنیم، شخصیتی که همواره در این مدت داره کوشش میکنه. و در اون برنامه گفتم برخی میپرسند که ایشون داره چه کار میکنه، یعنی شما میخواید که ایشون بیاد فعالیت‌های خودش رو که در جهت مبارزه برای رهایی شماست بگه که دشمنی که کشور رو گرفته دست ایشون رو بخونه و ضد حمله بزنه؟ خب این که امکانش نیست. اما آنچه که علنی است، به عنوان مثال درباره همین دریای مازندران، نخستین کسی که به دنیا اعلام کرد، همانند پیش از این کارها رو در سایر موارد هم انجام دادن ایشون، که این هر قراردادی که جمهوری اسلامی ببنده غیر قانونیه. جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست. و خوشبختانه بسیاری از ایرانیان، همین تلویزیون پارس، مدیر، برنامه گذار و همه کارکنانش دارن کوشش میکنن برای رهایی ایران و برای اینکه نذارن یک وجب از آب یا خاک ایران به دست بیگانگان بیفته. بیگانه الان کشور رو اشغال کرده، ولی نمیذارن این رو به کشورهای دیگه ببخشن. این کوششی که در این تلویزیون شده در این مدت برای اینکه دریای مازندران رو شما مردم ایران بیایید رأی بدید، از طریق اینترنت، از طریق نامه نوشتن، از طریق فکس فرستادن، حتی پیام تلفنی که به دنیا